انس اقانی و آفز رشید حدود 5 سال پیش توسط امنیت ملی بازداشت شدند و آجی مالی خان را حدود 8 سال پیش نیروهای آمریکایی بازداشت کرده بودند. انس اقانی فرد شماره دوم شبکه اقانی است. حافظ رشید عمری از فرماندهان شبکه اقانی بود که برادر او محمد نبی عمری از اعضای ارشد گروه طالبان در دفتر قطر بوده است. رئیس جمهور غنی میگوید تصمیم گرفته که انس اقانی را با دو عضو ارشد گروه طالبان به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد کند. آقای غنی میگوید که این تصمیم با مشورت شرکای بین المللی به ویژه آمریکا به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان گرفته شده است. این سه نفر عبارتند: آجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. رئیس جمهور غنی تأکید کرد که آزادی این سه عضو ارشد شبکه اقانی باعث تشدید حمله های گروه طالبان نخواهد شد. در مشوره با شرکای بین المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا، ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. با آنکه آقای غنی به گونه مستقیم اشاره نکرد که این زندانیان گروه طالبان در بدل رهایی استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان رها می شوند، اما از وضعیت صحی استادان ربوده شده توسط طالبان نگرانی کرد. تلاش مشترک ما در ردیابی این دو استاد نتیجه نداد و اطلاعات می رساند که صحت و سلامت آنها در دوران اسارت نزد اختطافگران تروریست روبه و خامت گراییده است. با این حال سفیر آمریکا در کابل از رهایی سه زندانی طالبان استقبال کرده است. جان باس سفیر آمریکا در کابل در گفتگو با خبرنگاران گفته است که از این اقدام رئیس جمهور غنی حمایت می کند و امیدوار است که این کار سبب برداشتن گام های از سوی طالبان شود. آقای باس اظهار امیدواری کرده است که گروه طالبان این اقدام را با اقدامات انسانیشان و رهایی شماری از زندانیان نظامیان افغانستان و گروگان‌های غربی پاسخ دهند.